بعد از توسعه موفقیت‌آمیز اولین بمب اتم در سال 1945، جهان دیگه به خودش آرامش ندید. چرا که در چندین موقعیت کشورها زیر فشار احتمال حمله هسته‌ای قرار گرفتند. بعضی از این اتفاقات محرمانه بود و بعضی‌ها بعداً فاش شد. همونطور که قدرت‌های جهانی بیشتری توانایی تولید سلاح هسته‌ای رو به دست آوردن، تعداد رویدادهایی که در اون احتمال جنگ هسته‌ای به خاطر اشتباهات انسانی بود، به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. پنتاگون رسماً 33 رویداد نزدیک به انفجار هسته‌ای را شناسایی کرد. بیشتر این خطرها در طول جنگ سرد اتفاق افتاد، زمانی که تنش بین ایالات متحده و روسیه به حدی بالا بود که اصطلاح تخریب متقابل براش در نظر گرفتند. در همین زمان جهان به یک رویداد هسته‌ای نزدیک شد، اتفاقی که فقط 2 دقیقه فاصله بود تا دستور شلیک متقابل داده بشه و یک اشتباه به یک فاجعه تاریخی تبدیل بشه. اتفاقی که نتیجهش میتونست بدترین رویداد هسته‌ای زمین رو رقم بزنه. 6 سال بعد از پایان جنگ سرد، در صبح زمستانی 25 ژانویه 1995، وزارت دفاع روسیه موشک تحقیقاتی که دانشمندان نروژ پرتاب کرده بودند رو با موشک هسته‌ای اشتباه گرفت. به همین دلیل روسیه سریعا آماده جنگ شد و تمام سلاح‌های دفاعیش رو در چند دقیقه آماده کرد. همزمان موشک‌ها رو ردیابی می‌کرد که شاید چیزی غیر از کلاهک هسته‌ای باشه. اما همه چیز نشون می‌داد که این یک حمله هسته‌ای از جانب آمریکا و علیه روسیه است. تمام شواهد نشون می‌داد که روسیه فقط 10 دقیقه تا انفجار هسته‌ای فاصله داره و اگر پاسخ قاطعی به موشک‌ها نده، نابود میشه. فشار زیادی روی رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین بود و فرصت کمی داشت تا به اولین رهبری در تاریخ تبدیل بشه که کیف هسته‌ای خودش رو فعال می‌کنه. تنها کاری که باید می‌کرد فشار دادن یک دکمه بود تا جنگ هسته‌ای شروع بشه. به عامل ناشناخته خوش آمدید. در این ویدیو به آزمایش تحقیقاتی که نزدیک بود جنگ هسته‌ای به راه بندازه می‌پردازیم. تنش‌های رو به رشد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روابط ایالات متحده و روسیه بهتر شد و جهان نفس راحتی کشید، چرا که امکان وقوع یک جنگ هسته‌ای بین این دو کشور کم شده بود. با این وجود بعد از چند سال و در اوایل دهه 1990، تنش بین این دو ابرقدرت بار دیگه شروع به افزایش کرد. خیلی از کشورهای بلوک اتحاد جماهیر شوروی سابق دچار مشکلات مالی زیادی شدند. روسیه تازه تأسیس هم با شورش‌ها و بحران‌های قانون اساسی دست و پنجه نرم می‌کرد. در همین حال خیلی از کشورهایی که جزء شوروی بودند و حالا از روسیه جدا شده بودند، به سمت قدرت‌های غربی کشیده شدند و روابط آمریکا با روسیه رو بیش از پیش متشنج کردند. در سال 1991 چندین درگیری بین روسیه و کشورهای همسایش به وجود آمد. لهستان، جمهوری چک و سایر کشورهای اروپای شرقی به روسیه پشت کرده بودند و به فکر پیوستن به ناتو بودند. ایالات متحده هم آشکارا از تلاش این کشورها برای همسویی با ارزش‌های جهان غرب حمایت کرد و روسیه حمایت آمریکا از مخالفانش رو تهدیدی برای حاکمیت و منافع سیاسیش در جهان می‌دونست. بعد از چند سال، دوره‌ای که به عنوان روابط دوستانه بین آمریکا و روسیه به نظر می‌رسید، به تنش‌های خصمانه و بدتر از تنش‌های جنگ سرد تبدیل شد. موشک تحقیقاتی. بعد از جنگ جهانی دوم، کانادا یک برنامه تسلیحاتی به نام تأسیسات تحقیق و توسعه تسلیحات کانادا را شروع کرد که به اختصار کارت نامیده می‌شد. هدف از این عملیات این بود که کانادا به طور مستقل فناوری‌های جدید تسلیحاتیش رو توسعه بده و کمتر به ایالات متحده متکی باشه. یکی از پروژه‌های تولید شده توسط کارت یک سیستم موشکی هوا به هوا به نام بلک براند بود. این سیستم بعداً برای تبدیل به مکانیزم دفاعی رهگیری موشک‌های بالستیک اصلاح شد. این موشک از سوخت جامد و تطبیق پذیر استفاده می‌کرد که مزیت جنگی داشت. در کنار این میتونست طیف گسترده‌ای از ماژول‌ها رو روی خودش نصب کنه. اما با همه مزیت‌هاش هیچ وقت به یک سامانه موشکی ضد بالستیک تبدیل نشد. اما روش استفاده از سوخت جامد این موشک باعث شد چندین سیستم موشک غربی ازش استفاده کنند.
به همین منظور به یک ابزار موشکی برای تحقیقات تبدیل شد. هدف اصلی این موشک رسوندن ابزارهای علمی به مناطق غیر قابل دسترس، گرفتن اندازه‌های خاص و ارسال داده‌ها به محققان بود. نرخ موفقیت موشک 98% بود و اونقدر قابل اعتماد شد که توسط ناسا، آژانس فضایی کانادا و خیلی از مؤسسات تحقیقاتی دیگه در سراسر جهان ازش استفاده می‌کردند. به خاطر ویژگی‌های منحصر به فرد این سامانه موشکی، در سال 1995 محققان آمریکایی و نروژی تصمیم گرفتند که یک موشک رو از جزیره آندویا در دایره قطب شمال برای مطالعه شفق قطبی در این منطقه پرتاب کنند. اما به خاطر ساختار تسلیحاتی این موشک، به راحتی در ردیاب‌های هسته‌ای یک موشک هسته‌ای در نظر گرفته می‌شد و ممکن بود باعث اشتباه ردیاب‌ها بشه. و این همون چیزی بود که واقعا اتفاق افتاد. بحران پرتاب یک موشک تحقیقاتی به فضا باید طبق یک فرایند هدفمند صورت بگیره. اولین و مهمترین کار اینه که باید کشوری که قصد پرتاب موشک داره به همسایگانش هشدار بده که موشک تحقیقاتی به فضا میفرسته. با این کار رهگیرهای موشکی کشورهای همسایه موشک رو تهدید نظامی در نظر نمیگیرن که مجبور به واکنش بشن. محققان در تأسیسات نروژ هم از این روش پیروی کردند. اونها قبل از پرتاب به روسیه و 28 کشور دیگه هشدار دادن. با این حال به دلایلی نامعلوم تکنسین‌های رادار روسی این هشدار رو دریافت نکردند. بعضی از مورخان ادعا می‌کنند به خاطر مشکلات سیاسی روسیه و بوروکراسی طولانی ادارات این هشدار به درستی دریافت نشده. به هر حال در 25 ژانویه 1995 موشک بلک برانت 12 از نروژ شلیک شد و چند ثانیه بعد زنگ هشدار پایگاه رادار روسیه به صدا در آمد. اولین هشدار قرمز دریافت شد، چرا که موشک بلک برانت دو برابر بزرگتر از موشکهایی بود که قبلاً توسط نروژ پرتاب می شدن. با این حرکت وزارت دفاع روسیه به حالت آماده باش اضطراری در اومد. مسیر، سرعت و شکل موشک با تمام انتظارات روسها در مورد یک موشک بالستیک هسته‌ای مطابقت داشت. علاوه بر این روسها نتونستن مکان دقیقی رو که موشک از اون مستقر شده بود مشخص کنن. تنها چیزی که میتونستن بگن این بود که یک موشک از جایی در سواحل شمالی نروژ پرتاب شده. این مکان دقیقاً همون جایی بود که اگر آمریکا به روسیه حمله میکرد، موشکاشو مستقر میکرد. در سناریوی حمله هسته‌ای، یک موشک گرما هسته‌ای در جو بالای کشور هدف منفجر میشه. این انفجار میتونه به عنوان یک موج تخلیه عمل کنه که تمام حسگرهای رادیویی و فناوری‌های راداری کشور هدف رو برای حمله بعدی موشک‌های هسته‌ای از کار میندازه. این موشک هم به ظاهر موشکی بود که میتونست کلاهک هسته‌ای حمل کنه و در بالای مسکو منفجر بشه. مسلح و آماده. دولت روسیه هشدار داد که رئیس جمهور فقط 10 دقیقه فرصت داره تا قبل از اینکه خیلی دیر بشه اقدام تلافی جویانه صادر کنه. زیردریایی‌های هسته‌ای و انبارهای زیرزمینی بلافاصله دستور گرفتن تا برای حمله به اهداف غربی آماده بشن. تکنسین‌های پرتاب در سراسر روسیه کلیدهای هسته‌ایشون رو وارد کردن و آماده شدن تا با فرمان حمله دکمه رو فشار بدن. کیف کد هسته‌ای روسیه به سرعت به رئیس جمهور بوریس یلتسین تحویل داده شد. این دستگاه به رهبر روسیه اجازه میداد تا مجوز پرتاب زرادخانه اتمیش رو در هر نقطه از جهان صادر کنه. بوریس یلتسین کلیدهای هسته‌ایش رو فعال کرد. فقط فشردن یک دکمه کافی بود تا فاجعه اتمی رقم بخوره. وزارت دفاع روسیه شدیداً رئیس جمهور رو برای تلافی تحت فشار قرار داد. ناگهان در حالی که فقط 2 دقیقه به پایان زمان باقی مونده بود، تکنسین‌های رادار متوجه شدند که مسیر موشک از روسیه به سمت دریا تغییر پیدا کرده و حدس زدند که این احتمالاً یک آزمایشه. در نهایت زرادخانه هسته‌ای روسیه خاموش و از یک فاجعه هسته‌ای تاریخی جلوگیری شد. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.